رضا پهلوی، مشهور به رضا شاه که با نام رضا خان هم شناخته می شود و با عنوان رسمی اعلی حضرت همایونی شاهنشاه خطاب می شد، بنیانگذار خاندان پهلوی بود که از سال 1304 تا 1320 شاه ایران بود. او پیشتر از سال 1300 تا 1304 وزیر جنگ و از سال 1302 تا 1304 نخست وزیر ایران بود. رضا شاه که تلاش ناکامی در جهت جمهوری خواهی کرد، با پایان دوره قاجار به پادشاهی رسید و با اشغال ایران توسط متفقین مجبور به استعفا و واگذاری پادشاهی به ولیعهدش محمد رضا پهلوی شد. رضا شاه دوران خردسالی را در فقر گذراند. او از 12 سالگی به نظام پیوست و مدارج ترقی را پیمود. در 25 دی 1299 او از سوی ژنرال انگلیسی ادموند آیرونساید به عنوان فرمانده قوای قزاق منصوب شد و 2 ماه بعد در کودتای 3 اسفند 1299 نیروهای قزاق به فرماندهی او تهران را تصرف کردند. رضا شاه ابتدا در مقام وزیر جنگ بسیاری از ناآرامی‌ها و راهزنی‌ها را از بین برد و سپس در 5 آبان 1302 با فرمان احمد شاه قاجار به منصب نخست وزیری گمارده شد و 2 سال بعد با رأی مجلس مؤسسان به پادشاهی رسید. اگرچه رضا شاه با کودتا در عرصه سیاست ایران رخ نمود، اما پادشاهی را مدیون پشتکار و اراده‌اش در نظم دادن به امور در سمت وزارت جنگ و نخست وزیری بود. ایران در دوره پادشاهی رضا شاه شاهد ایجاد نظمی نوین بود. او نهادهای مدرن را در ایران پایه‌گذاری کرد که از مهمترین آنها راه آهن سراسری، ارتش نوین، دادگستری نوین و دانشگاه تهران است. همزمان او در جهت تضمین قدرت خود قانون اساسی را نقض کرد و احزاب مستقل را منحل نمود و مسئولیت پارلمانی نمایندگان مجلس شورای ملی را گرفت. همچنین او اصلاحاتی اجتماعی را آغاز کرد و خواهان ایرانی بود که از یک سو رها از نفوذ روحانیون مذهبی، دسیسه بیگانگان، شورش عشایر و اختلافات قومی و از سوی دیگر دارای مؤسسات آموزشی به سبک اروپا، زنان متجدد و شاغل در بیرون از خانه، ساختار اقتصادی نوین با کارخانه های دولتی، شبکه های ارتباطی، بانک های سرمایه گذار و فروشگاه های زنجیره‌ای باشد. او برای رسیدن به هدفش، یعنی بازسازی ایران طبق تصویر غرب، دست به مذهب زدایی، برانداختن قبیله گرایی، گسترش ملی گرایی، توسعه آموزشی و سرمایه داری دولتی زد. مدافعان رضا شاه او را پدر ایران نوین می دانند و پادشاهی او از سوی حامیانش دیکتاتوری منور نامیده شد که آرمانهای جنبش منورالفکری در ایران را پی گرفت. اما به تدریج نوعی استبداد فردی در حکومت را در پیش گرفت. از سوی دیگر مخالفان رضا شاه او را مسئول برباد رفتن مشروطیت در ایران می دانند و معتقدند اگرچه پهلوی یکم توانست نظام حکمرانی به ظاهر مدرنی تأسیس کند، اما دموکراسی،
مجلس، انتخابات و آزادی را در ایران محدود کرد. با وقوع جنگ جهانی دوم، با وجود اعلام بی‌طرفی در سال 1320، متفقین ایران را اشغال کردند. سپس با اولتیماتوم بریتانیا، رضا شاه مجبور به استعفا، ترک ایران و واگذاری پادشاهی به ولیعهدش محمد رضا پهلوی شد. سرانجام 3 سال بعد در 66 سالگی در جوهانسبورگ آفریقا درگذشت. اگه تا اینجای ویدیو همراه ما بودی، لطفاً چند ثانیه وقت بذار، از پایین همین ویدیو این ویدیو رو لایک کن که این لایک های شما کمک بسیار بزرگی به ما میکنه. بریم سراغ ادامه ویدیو. احتمالاً خیلی از شماها داستان سفر رضا شاه به ترکیه رو شنیده باشین. رضا شاه سال 1314 وقتی به ترکیه سفر کرد، دید که ترکیه نسبت به گذشته پیشرفت چشمگیری داشته. از نظر رضا شاه پهلوی، یکی از دلایل مهمی که ترکیه در این زمان کوتاه پیشرفت کرد، مذهب بوده. یعنی ترک ها دین رو از سیاست جدا کردند و رضا شاه دین رو دلیل عقب افتادگی مردم ایران میدونست. ترکیه نسبت به ایران خیلی پیشرفت بیشتری داشته بود، مخصوصا از لحاظ تکنولوژی. یکی از این موارد فیلم برداری با صدا بود. در این سفر فیلم ها و عکس های زیادی از رضا شاه گرفته میشه. یکی از این فیلم ها که همراه با صدا بوده در مراسم استقبال از او گرفته شده. در سال 1389 یکی از شبکه های ترکیه این تصاویر رو پخش کرد. اینطور که گفته شده این تصاویر توسط یکی از استادان دانشگاه ترکیه پیدا شده. داستان از این قراره که وقتی این استاد برای خرید میوه به یه میوه فروشی میره، میبینه فروشنده در حال تراشیدن حلقه هایی از نگاتیوه. ازش میپرسه این نگاتیوا چیه؟ اونم میگه که اینجا قبلن انبار یک شرکت تولیدی فیلم خبری خیلی قدیمی بوده. وقتی اینجا رو خریدن، حلقه ها اینجا بودن. استاد دانشگاه وقتی فیلم ها رو میبینه متوجه میشه که این فیلم ها خیلی قدیمی هن و افراد مهمی هم توی این فیلم ها هستن. حالا با هم قسمتی از صدای بجا مانده رضا شاه که به یادگار مانده را بشنویم. توکی ها قبولی خیلیزن دوله چوک نسوک به بطیه رو زدن. من نهایت خوشبختم آرزوی دیرینه که برم به موفق اولدم چوک تشکر ادرس چوکتن به تشریف شهرنیزه انتظار دیوده کتن بیک حسد و درین سمیمیت لی چوک مسود اسکی و ملاقات جمله مالک اومد. اگه تا اینجای ویدیو همراه ما بودید، خوشحال میشیم نظرتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارین. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدین، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.